سلام خدمت دوستان عزیز با ادامه مبحث آموزش دوره HTML CSS در خدمتتون هستم. اینجا می‌خوام در رابطه با متا و و موتورهای جستجوگر صحبت بکنیم و ببینیم دقیقاً چی هستن. خب بریم سراغ بعدی. خب اما توضیح ببینیم چه آپشنایی داره که در واقع صحبت بکنیم. این سینتکسشه. ا اکویوالنت اِتیپی مخففش مخفف اکویوالنت کانتنت سکیوریتی پالیسی داره کانتنت تایپ داره دیفالت استار داره و رفرش داره ما کدومش اینجا استفاده کردیم قبلش بچا ما از این استفاده کرده بودیم کانتنت سکیوریتی پالیسی اسپیسیفاید کانتنت پالیسی فور داکومنت حالا اینا چیزایی که جلو تبد ببینیم اگه اینو بزنیم کانتنت تایپ اسپیس بایده کرکتر انکودینگ رو مشخص میکنه اینجا نمونهش هم دارید میبینید بچه ها بعد دیفالت استار پرفرد استار شید رو مشخص میکنه بعد رفرش هم که دیدیم بچه ها با هم دیگه و همین بیم چیزی که ما نوشتیم حالا چیه بچه ها اینی که من نوشتم چیه اگه بخوام یه توضیح راجع بدم بچه ها ام. الان خیلی دیگه مهم نیست یه جوره میشه گفت ام. ولی حالتی رو فرض کنید که مثلا بعضی از کاربرهای وبسایت شما هنوز از اکسپلورر استفاده میکنن اگه اکسپلورر قدیمی دارن استفاده میکنن اینجا شما یه سری آپشن دارید مثلا اینجا میتونید بذارید مثلا آی ای 7 ای 8 آی 9 آی ای مثلا اینا رو میتونید ست بکنید اینجا اینا رو در نظر بگیرید که امکان داره وبسایت شما توسط کاربرهای استفاده بشن که بنا بنا به دلایلی همچنان داره از مرورگرهای قدیمی استفاده میکنن و بهتره که این اینجا تنظیم بشه که اونا هم بتونن استفاده بکنن یعنی راحت تر بتونن استفاده کنن وبسایت شما طبیعتا اگه این درست تنظیم نشه و کاربری که داره از وبسایت شما استفاده میکنه مروکرهای قدیمی تر استفاده بکنه دوچار مشکل میشه شاید برای تو عجیب باشه مثلا یه نفر هنوز از آیه مثلا هفت هشت استفاده میکنه آیه شیش استفاده میکنه ولی هستن بعضی جاها اجبار مجبور هستن از آیه استفاده بکنن و چاره ندارن خیلی کمه ولی خب هست اه، یکی دیگه از اون تگ مهم توی هه تگ تایتل بچه ها تگ تایتل یکی از اون تگ‌های مهم برای اوه حالا من خیلی خودم اطلاعاتی از سئو ندارم سعی کنم زیاد صحبت نکنم ولی میدونم که مهمه یه مثال هم میتونم الان بزنیم بچه ها مثلا بیام بریم داخل گوگل یه لحظه مثلا من اینجا ای چیز سرچ میکنم مثلا میزنم ام... کالیفرنیا مثلا اسکول مثلا یه چیز ولکی میزدم مهم زن. بچه‌ها وبسایت ویب سایت شما اینجا گوگل براتون پیدا می‌کنه می‌بینید بچه‌ها این چیزی که شما اینجا می‌بینید این فقط تایتلی که نوشته شده این چیزی هم که پایین می‌بینید دیسکریپشن حالا روش صحبت میکنیم حالا بریم همین سایت رو باز کنیم بچه‌ها حالا امیدوارم باز بشه تو آی‌پی ایران خب این سایت حالا بریم سورسش رو ببینیم مثل این کنترل یو رو بزنید فکر کنم سورس رو باز می‌کنه بله یا کنید بچه ها رو پیدا کنیم اینجا تایتل یا کنید کالیفرنیا دپارتمنت این تایتلش می بینید همون چیزی که شما داخل چیز میدیدید گوگل میدیدید اینا این تایتله و یه دسکریپشن هم احتمالا داره دسکریپشن ایناش که اونم دقیقاً دسکریپشن صفحه اینا این همون چیزی که دو خط پایین شما می بینید خیلی مهمه توی بحث سرچ و اینا مهمه و حتما ازش به درستی استفاده بکنید تایتل مناسب بذارید برای وبسایتتون دسکریپشن خوب و مناسبی انتخاب بکنید و که در موقع سرچ خیلی کمک میکنه باز میگم من خیلی کارشناس سئو نیستم معمولا چیزی که من میدونم سال به سال عوض میشن پارامترهاش و ولی خب میدونم تایتل و اسکریپشن مهمه برای دقیقاً ما میخوام تگ دسکریپشن هم اینجا بنویسیم بچه‌ها میتونیم بنویسم مثلا یه تاگ دیسکریپشن بنویسم متا می نویسم نیم دیسکریپشن بعد مثلا من بذارم هم کانتنت بذارم مثلا می دارم HTML and CSS مثلا learning مثلا یه چیز مهم نیست به این شکل. پس فوق مهم مهمه این دقیق دیسکریپشن که شما داخل کار وقتی سرچ میکنه سایت شما میخواد باز بکنه چیزی که اون دو خط پایین توضیح می نویسه منظورم اینه بچه ها این میشه دیسکریپشن و این بالایی میشه تایتل متا تگ مهم بعد بچه ها کیورده من اینجا بنویسم مثلا یه دونه مثالشو متا نیم کی بورد چی رو مشخص میکنن من هم مثلا چند مثال اینجا بزنم HTML CSS همینقدر کافی کلمات کلیدی دقیقا وبسایت شما رو مشخص میکنن دقیقا هدفش اینه بیایم اینجا کیبورد رو ببینیم داره که توضیح رو همین بدیم بهتون من نمیبینم کیبورد رو اینجا پیداش کنم دقیقا این چیکار میکنه بچه ها کیبورد موضوعاتی که دقیقا تو وبسایت شما هست رو مشخص میکنه یعنی شما سعی کنید کیبورد رو با دقت انتخاب بکنید و کلماتی رو استفاده بکنید که متناسب با دقیقا وبسایت شماست حالا اینا باز من با میگم کاش سئو نیستن ولی یادم میاد تو چند سال پیش کیبورد خیلی مهم بود و یکی از پارامتر مهم گوگل بود برای داخل سرچ انجین و اینا اما تو این چند سال گذشته دقیقا دیگه مهم نیست اونقدر دلیل هم داره مثلا یه سری وبسایت ها اومده بودم کلمات کلیدی علکی می نوشتن مثلا کلمات کلیدی که مثلا در روز سرچ می شود و اینجا می نوشتن مثلا شما سرچ میکنید طلاق مثلا بعد صفحه که مثلا باز میشد راجع مثلا چه میدونم خوراکی بود مثلا از این طرفنده سرچ کردن با گوگل اومد اینو کلا برداشت دیگه یا یه دوره و خیلی براش دیگه مهم نیست نه که صد درصد حذفش کرده باشه ولی فکر کنم دیگه اونقدر کیبورد مهم نیست ولی خب استفاده بکنید ازش و سعی کنید کیبورد مناسب در وبسایتتون رو بنویسید و کیبورد نامربوط و بی ربط ننویسید خب دیگه مورد دیگه نمیمونه مهماش همینا بود یکی کرست بود یکی ویوپورت بود دیسکریپشن کیبورد تایتل و HTTP equivalent اینو مهماش بودن که دقیقا معمولا استفاده میشه بریم توی سورس هم میبینم چیزی جا افتاده اینجا بچه ها تو دیدیم ویوپورت رو دیدیم کیورد دیدیم یا که اینجا بچه چه کیورد هایی داره دقیقا مرتبط با وبسایتش. لینک ها رو جلوتر میبینیم استایل هم جلوتر میبینیم و بقیه موارد رو جلوتر میبینیم فکر کنم خیلی خوب رفته دقیق دقیق اینجا نوشتم این جلسه اینجا تموم بکنیم خیلی طولانی شد صحبتمون برمیگردیم ان شاءالله جلسه بعد ادامه پس رو در خدمتتون خواهم بود فعلا خداحافظ